حسد و کینه چه میکنه؟ عمر ابن عبدالعزیز از بنی امیه است، ولی تحمل نکرد، گفت آخه نماز این لعنه به حضرت امیر چه کار کنه؟ تمام وزرا را جمع کرد، یک اجتماع در بسته، گفت آی وزرا، آی حاشیه، من میخوام این لعنه به علی ابن ابی طالب رو منع کنم، کمکم کنید، چه کار کنیم؟ یعنی اینقدر سخت بود که بخوان این بدعت رو بردارن. جمعه بعد شد، رفت بالای منبر، وسط خطبه یک ذمی، یک ارمنی، یک نصرانی برخاست، تاریخ میگه واستنکح ابنته، طلب نکاح کرد، یعنی خواستگاری کرد، گفت آی خلیفه دخترت را خواستگاری میکنم. عمر ابن عبدالعزیز گفت برای کی؟ گفت برای خودم. گفت در دین ما جایز نیست، تو ذمی هستی، تو مسلمان نیستی، تو کافری و ما به کافر دختر نمیدیم. نصرانیه صدا زد آی خلیفه پس چرا پیغمبرتون این کارو کرد؟ خلیفه صدا زد پیغمبرمون به کدام کافر دختر داد؟ گفت مگر دخترش فاطمه رو به علی ابن ابی طالب کافر نداد؟ صدا زد عمر ابن عبدالعزیز مه، یعنی خفه شو، مگر علی کافر بود؟ گفت اگه کافر نی چرا اینقدر رو منبرا لعنتش میکنی؟ آمد پایین. جمعه بعد 500 نفر گارد ویژه، قوی ترین سربازان و اون نظامیان یشار الیهم بالبنان، اینا رو جمع کرد مسلح، گفت تمام زوایا و اطراف مسجد بایستید آماده و مسلح. رفت روی منبر خطبه خوند، گفت آی مردم از امروز قدغن عوض این کلمه اللهم ان ابا تراب قد الحد فی دینک، من خجالت میکشم ترجمه کنم، بعضی از عباراتی که ترجمه نمی کنم واقعا زبانم یاری نمی کنه، آخه چی بگم؟ اینا چه میگفتن درباره حضرت امیر؟ یک ملحد غیر مسلمان او را معرفی کرده بودن. گفت مردم از این جمعه به جای او این آیه را تلاوت کنید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. آقا تا اینو گفت 5 تا از اینجا، 10 تا از اونجا، 20 تا مسجد آقا کودتا شد، قیام شد، همه گفتن کفر امیر المؤمنین، خلیفه کافر شد، عمر ابن عبدالعزیز کافر شد، حمله کنید او را بکشید. این 500 نفر شمشیرا رو کشیدن، آقا یه زد و خوردی شد، یه قوقایی شد. چه خبره؟ خلیفه شونو میخوان ترور کنن. چرا؟ چون میگه مردم به علی لعنت نکنید. این یک. دیگر ایستادن در مقابل اسم علی، کیه که اسم علی بر فرزندش اسم گذاری کنه؟ کیه اسم شیعه؟ مگر کسی جرأت میکنه در شام حسن یا حسین اسم بگذاره؟ عرضم تمام. این یه تیکه تاریخی را ابن ابوالحدید نقل میکنه. ابن ابوالحدید میگوید ان رجلا سکن الشام، مردی رفت ساکن شام شد، مدتی هر چه گشت یک نفر خواست به اسم حسن یا حسین، گفت من در این شهر زندگی نمی کنم. سوار بر دابه شد و رفت، نرسیده به دروازه های شهر تشنه شد. ابن ابوالحدید میگه رسید به یه خانه، یه پیرمردی نشسته بود در خانه، فاستسقاه، یعنی طلب منه السقایه، گفت آقا آی عمو من تشنم، آب به من میدی؟ گفت بله بفرمایید.
میگه تا پایین اومدم این پیرمرد صدا زد آی بیا حسن حسین بیایید برای عموتون آب بیاری. میگه من دیوانه شدم، اه این مرد حسن و حسین داره، اسم دو تا از فرزندانشو به این دو اسم مقدس نامگذاری کرده. نشستم گفتم آقا عمو جان چه عجب، مدت هاست من در شهر شام ساکنم، ندیدم یک نفر اسم حسن یا حسین بگذاره، الان میبینم شما هر دو اسم رو داری. گفت بله، آخه ما گاهی عصبانی میشویم، به بچه هامون ناسزا میگوییم، فحش میدهیم، لذا من اسم اولیاء خدا را بر فرزندانم نگذاشتم، اسم دو تا دشمن خدا را گذاشتم، حسن و حسین، که هر وقت ناسزا میگم به این دو دشمن خدا من ناسزا گفته باشم، نه به اون فلان و فلان و فلان، اونا اولیاء خدا هستن، نبادا به اسم اونها جسارت بشه. بیا اینم این آقایی که حسن و حسین نامگذاری کرده، چه خبره؟ آخه چه دینیه، چه عقیدهیه، انقدر کینه، انقدر نسب عداوت. یک حدیث حضرت می فرماید امیر المؤمنین و ان لنا لاعداء لو اذقناهم العسل المصفا ما زادوا فينا الا بغضا. الله اکبر، الله اکبر، چه حدیثی است. می فرماید یه دشمنانی داریم، اگر عسل ناب، عسل مصفا به دهان اونها بگذاریم، اونها کینه و دشمنیشون باز بیشتر میشه. عاملتون ناصبه، این یک قماش مردم، علی ابن جوهمی که برات عرض کردم، تسبیح به دست میگرفت روزی 100 بار پدر و مادر خودشو لعنت میکرد، میگفتن علی ابن جوهم چرا لعنت میکنی؟ میگفت لأنهما سمیانی علیم، چون این پدر مادر اسم من علی گذاشتن، لذا هر روز لعنتشون میکنه. چه خبر اینقدر کینه؟ چرا این اندازه عداوت؟ آمده خودشو منفجر میکنه که یکی دو تا 5 تا 10 تا 50 تا شیعه رو بکشه، خودشو ها، اقتلونی و مالکا. چرا؟ یه دعا میکنم خدایا اگر نسبت به عزیزانمون، به اولیاء تو، نسبت به خاندانمون، نسبت به برادران دینیمون کینه ای در دل داریم، خدایا به حق حضرت زهرا این کینه را از دل ما بیرون ببر. خدایا روز به روز عداوت نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا را در دل ما بیشتر کن.